ما و شما در استقبال روزهای قیمتی هستیم که الله ذو الجلال به او روزها قسم یاد میکنه، و الفجر و لیال عشر، قسم به فجر و قسم به ده، یعنی ده شبی که تمام مفسرین میفرمایند که مراد از این ده شب، یعنی ده شب روزی چیست؟ ذی الحجه است. همین ده روزی اولی ذی الحجه است. در فضیلت رمضان بارها ما شما شنیدیم و تعداد زیادی از مسلمان ها لله الحمد از او آگاه هستند. قبل از رمضان میبینی یک آمادگی گرفته میشه و کوشش میکنن که از شبهای رمضان استفاده خوبی شود در راستای عبادت و بندگی الله ذو الجلال. ولی وقتی که ده ذی الحجه میاد، ده روز ذی الحجه که در فضیلت از ده رمضان کم نیست، خاصتا روزهایش، یعنی علما بیان میکنن که از نگاه روز در این شکل نیست که بهترین روزهای سال ده روز ذی الحجه است، اما از نگاه شب بهترین شبها ده شب اخیر رمضان است. ها وقتی که چنین یک وقت پرفضیلتی پیش رو داریم ما شما، چگونه از او استفاده کنیم؟ این شب و روز ما و شما به چه شکل استقبال کنیم؟ چیزی اولی که از ما و شما ضرورت داره این وقت قیمتی تا ای که از پیش شما و شما هدر نرو و زایه نرو، از همین لحظه ما به او ضرورت داریم که به او بپردازیم. نقطه اول، توبه صادقانه به درگاه الله ذو الجلال است. الله ذو الجلال بسیار رحیم است، مهربان است بر بنده هایش و می خواهد که این بنده های مؤمنش کامیاب و پیروز باشند، از ناکامی های دنیا و آخرت اینها نجات پیدا کنند. از جهت الله ذو الجلال می فرماید و توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله ذو الجلال به یک صفتی که به این صفت هر مؤمن افتخار میکنه، هر مسلمان میگه ایها المؤمنون، ای مؤمنین، ای کسانی که شما ایمان آوردین، شما خوب به الله، به روز آخرت، به تمام این چیزها، امور غیبی شما ایمان دارید، ای مؤمن چه کنین؟ توبو الى الله، بیاین به طرف الله رجوع کنین، بیاین به طرف الله توبه کنین. نتیجه چیست؟ پاداش چیست؟ لعلکم تفلحون، تا اینکه شما کامیاب شوید. یعنی این توبه تان فایده و ثمره توبه به کی برمیگرده؟ به خود تو ای توبه کننده کامیاب میشی. نقطه دومی که در این امر ضروری است ایست، از این لحظه تصمیم قاطع، یعنی تصمیم جدی بری بگیریم که این ده روز ذی الحجه اگر در دیگه عمر ما چقدر ده های ذی الحجه گذشته از او استفاده درست نکردیم، ده ذی الحجه ما از این ده ذی الحجه استفاده درست میکنم، ده ذی الحجه کار میکنم که الله ذو الجلال از پیش ما راضی شه، این ده ذی الحجه را ما از دست نمیدم. هر عبادتی که برات میسور است، آسان است، شاید فرق کنه، یک شخصی تهجد در تهجد یک شخصی بتونه که بخیزه، یک کسی دیگه شاید نتونه، یعنی ظرف کاری و چیز، لیکن از سبحان الله گفتن خو هیچ کاری او را من نمیکنه، نه دریواری نه کدام چیز دیگه، از الله اکبر گفتن و الحمدلله گفتن هیچ چیزی او را باز نمیداره، اقلا از تفکر و تدبر در مخلوقات الله خو هیچ چیزی او را باز نمیداره که مصروف هر کاری باشه. نقطه سومی است که از این لحظه تصمیم بگیریم که با وجودی که سهو، خطا، گناه ها، معاصی از پیش ما سر میزنه هر وقت، لیکن کوشش کنیم که به خاطر آمادگی این در روز ذی الحجه از هر نوع گناه، هر چیزی که نامش گناه هست، خلاص مردانوار، مرد خود تصمیم میگیره، یک تصمیم گرفت به تصمیم استاد میشه، مردانوار تصمیم بگی با خود قاطع فیصله کن، بگو خلاص از تمام انواع گناه ها من اجتناب میکنم. تو فکر کن که 3-4 روزی که مانده، 10 روز ذی الحجه، تو که در 14 روز 15 روز خودت ترینینگ بده که هیچ نوع گناهی از تو سرزد نشه، از او بعد راه برات آسان میشه، راه طاعت و عبادت و بندگی الله عزوجل.